افسانه سام و ملک ابراهیم یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود یه حاکمی بود که از هر دو چشم کور شده بود یک شب در خواب دید که مرد سفید پوشی به او گفت فقط یک نفر هست که می تواند چشم تو را بینا کند و او مردی است که در یکی از قارهای کوه ونایی زندگی می کند. باید او را بیاوری تا او قصه ای برای تعریف کند تا چشم تو خوب شود. حاکم صبح زود بلند شد و یکی از نوکرهایش را صدا کرد و برایش گفت که این خواب را دیده و از او خواست تا برود و آن مرد را پیدا کند و بیاورد. نوکر فورا رفت و تمام قارهای کوه را گردش کرد و برگشت و گفت هیچ کس در آنجا نبود. فقط در گوشه یکی از قارها زنبیلی بود که داخلش یک مردی نشسته بود که نه حرف میزد و نه به کسی نگاه میکرد حاکم گفت برو او را بیاور. نوکر رفت و او را با زنبیل آورد پیش حاکم. تا او حاکم را دید خنده ای کرد و گفت بالاخره پیدایت کردم، دیویس سال است به انتظار این روز زنده ماندم. بعد خودش شروع کرد به قصه گفتن. او گفت وقتی که من جوان بودم و زن برایم خواستند شب عروسی که شد زن را آوردند توی هجله. فوراً به من گفت من حوث گوشت آهو کردم. ما هم که برای ما ننگ بود خواسته زن را در شب عروسی برآورده نکنیم بلند شدم و با اسب رفتم به شکار تا برای عروس گوشت آهو بیاورم رفتم و رفتم تا رسیدم به یک قلعه کوچک دیدم جلوی در قلعه جوانی نشسته و آهوی کشته و دو شقش کرده یک شقه آن را به این پایه و یک شقه دیگرش را به آن پایه قلعه آویزان کرده. رفتم جلو و سلامی گفتم و از او پرسیدم ای جوان تو چت شده که چنین دوزانو و ناراحت اینجا نشسته ای؟ جوان گفت تو کاری به کار من نداشته باش. گوشت آهو میخواهی بردار و ببر. تو توانی درد مرا دوا کنی. من گفتم شاید توانستم کاری بکنم بگو گفت من ملک ابراهیم هستم نامزدی داشتم امویم که حاکم است او را داده شوهر فردا شب هنابندان است و پس فردا شب عروسی من گفتم این که کاری ندارد من برایت میآورمش فقط راه آن شهر را به من نشان بده ملک ابراهیم گفت اولا که من با تو نمیتوانم بیایم چون که تصویر من در سردر تمام دروازه ها آویزان شده اما تو اگر بخواهی از این کوه بروی پس فردا شب میرسی اما اگر از راه عادی بروی شش ماه راه است بعد فکری کرد و گفت چون تو ممکن است راه را گم کنی من هم تا نزدیک های شهر با تو میایم. بعد رفت و صد تا میخ طویله آورد و گفت باید این میخ ها را بکوبیم به سنگ های کوه و از آنها بالا برویم. من یکی از میخ ها را برداشتم و هرچقدر تقلا کردم دیدم اصلا در کوه فرو نمی رود. ملک ابراهیم گفت اینجوری میخواهی اموزاده مرا به من برسانی؟ بعد میخ طبیله ها را گرفت و یکی یکی روی کوه گذاشت و با مشت محکم میزد روی آنها. آنها در سنگ های کوه فرو میرفتند و بعد ما از آنها بالا رفتیم. خلاصه رفتیم تا بالای کوه و از آن طرف سرازیر شدیم پایین و مقداری راه رفتیم تا رسیدیم به یک زمینی که رعیتی داشت هندوانه آب میداد. من رفتم جلو و گفتم خسته نباشی برادر. چیزی برای خوردن داری؟ رعیت گفت چرا برادر دارم؟ همین که پشتش را به من کرد که برود و هندوانه بیاورد با مشت زدم توی سرش و همین که افتاد روی زمین لباسهایش را درآوردم و کردم تنم و مشغول آبیاری شدم ملک ابراهیم هم رفت و پشت یک سنگی قایم شد بعد از ظهر که شد خونچه های عروس را آوردند ببرند دیدم آخرین خونچه روی سر مردی است که یک پایش میلنگد من رفتم مرد را از پا درآوردم و خودم خونچه را گرفتم روی سرم و رفتم به شهر. همین که به خانه عروس رسیدیم و خونچه ها را جابجا جا کردند، از شلوغی استفاده کردم و خودم را در گوشه قایم کردم. همین که عروس و داماد در اتاق تنها شدند، من داماد را با شمشیر کشتم و دختر را برداشتم و از راه هواکش بخاری از خانه خارج شدیم. و رفتیم پیش ملک ابراهیم بعد هر تا سوار اسب شدیم و فرار کردیم رو به ولایت خودمان. در اینجا بشنو که ملک ابراهیم یک کیسه هسته خرما به همراه داشت. از هر راهی که ما میرفتیم هسته خرما میریخت و میرفت صبح که شد. حاکم قشون بیرون فرستاده بود که ملک ابراهیم را بگیرند. آنها هم رد هسته های خورما را گرفته بودند و می آمدند. ما هم که از همه جا بی خبر بودیم، آهسته میرفتیم که خسته نشویم. یک دفعه فهمیدیم که قشونی از دور پیدا شد. ملک ابراهیم جلو رفت و تا جان داشت از آنها کشت. و همین که خسته شد من رفتم. تا جان داشتم جنگیدم. من که خسته شدم دختر جلو رفت و تا توانست جنگید. ولی زخمی شد و ملک ابراهیم به کمک او رفت. او هم زخمی شد. و آنها که دیگر خسته شده بودند خودشان را کشتند. من هم فرار کردم و یک دفعه متوجه شدم که نزدیک قلعه هستم. یک شقه از گوشت آهو را برداشتم و رفتم پیش زنم. بعد از مدتی از بس ناراحت بودم به قار ونایی رفتم و در آنجا قایم شدم و از آن وقت تا حالا من در آنجا زندگی می کنم. حاکم از پیرمرد پرسید حالا تو جای آنها را بلدی؟ پیرمرد گفت بله بلدم ولی من دیگر پیر شدم و نمیتوانم تکان بخورم. حاکم گفت من قاری بلدم که آن مرد سفید پوش در خواب به من یاد داده. بعد بلند شد و وضو گرفت و نماز خواند. ناگهان پیرمرد تبدیل شد به یک جوان رشید و برازنده. حاکم هم یک دفعه متوجه شد که میتواند ببیند. پس هر دو همدیگر را بوسیدند و حاکم از پیرمرد که حالا دیگر جوان شده بود پرسید راستی اسم تو چیه؟ مرد گفت اسم من سام است. سام با حاکم سوار اسب شدند و به تاخت به طرفی که سام نشان داده بود رفتند. دیدند هسته های خورما که آن شب ریخته بودند همهشان ایشان شدند درخت خورما و سرهایشان سرازیر شده پایین. ناگهان رسیدند به جسدهای ملک ابراهیم و دختر. دیدند همچنان تازه مانده. حاکم به سام گفت اینها را بلند کن و یکی یکی خونهای روی بدنشان را بشور و بگذارشان آن طرف. بعد حاکم وضوع گرفت و دو رکعت نماز خواند و به ملک ابراهیم و دختر فوت کرد. هر دو زنده شدند و اول از حاکم ترسیدند. ولی بعد که حاکم آنها را دست به دست داد او را در آغوش گرفتند و خوشحال شدند. سام که نمیدانست چه خبر شده از حاکم پرسید چرا اینها از تو ترسیدند؟ حاکم گفت من همان پدر دختر هستم و از فراغ او چشمانم کور شده بود. در تمام این مدت گوشه نشستم و فکر کردم تا اینکه بالاخره آن خواب را دیدم، و تو را پیدا کردم از آن به بعد ملک ابراهیم و دختر حاکم با خوشی با هم زندگی کردند و سام هم عمر جوانی را از سر کرد و حاکم هم به ای رفت و شروع کرد به دعا و نماز تا مرد